به نام خداوند بخشاینده و مهربان اخاذی پنجونه میلیون افغانی طالبان از مردم هزاره در ولسوالی ناهور ولایت غزنی این بار اول نیست ولی امیدوار هستم که بار آخر باشد سلام وقتتان بخیر دوستان گرامی امیدوار صحت مند و سریحال باشین 14 دسامبر 2023 میلادی است و برابر با 23 قوسه سال 1402 هجری شمسی گزارش در داور البته دیشب هم از فلسفاله نهور ولایت غزنی داشتیم و امروز هم می گزارش را با جزات بیشتر با شما شریک بسازیم گروه طالبان در فلسفاله نهور ولایت غزنی از مردم هزاره پنج میلیون و 500 هزار افغانی یعنی پنج و پنج افغانی کرده است این رویداد در منطقه میان دنگ صورت گرفته و شامل قریجات چونواغ، سبز ناله و جوشن می شود سنترال افغانستان به نسخه ای از رسید این پول به دست طالبان نیست دست یافته که در یک طرف شما میتونید را ببینید و تماشا کنید اینجا سند داده طالبا که ما مبلغ 55 لگ افغانی یا 5 میلیون و 500 هزار افغانی را از مردم دریافت کردیم طالبا ادعا کرده است که 25 سال پیش 220 رأس گوسفندی کوچه ها و دو چوپان کوچه ها در غزنی گم شدند پس از اینکه حکومت طالبان روی کار آمده اونها نزدیکشان شکایت کرده یا یعنی میگن نزد ما شکایت کرده ما ردیپایشان را بررسی کردیم و ردیپای هم گوسفندا و چوپانا آمده در منطقه میانه دنگ و حالا باید مردم این منطقه تاوان بدن زین رو مردم هزار در این ساعت باید تاوان پس بدن و در این البته بهانه دیگه رو هم آورده گفته که مردم میانه دنگ و خارجات هم جوارشان چند نفر شلیس کرده گفته اینی ده نفر برای وکیل پیشین مردم ناهور یعنی وکیل سیب علی اکبر قاسمی کمپین کرده و شون علی اکبر قاسمی در سالهای اخیر حتی در برابر طالبا جنگ کرده بنابراین باید این مردم هم سلا تسلیم بکنه و هم اینی پول باید به هر نحی ممکن تسلیم بکنن به در گفتگو با سنترال افغانستان میگن که سال گذشته هم کوچی ها ده نفر از بزرگان منطقه را بازداشت کرده بودند و مدتی در زندان نگه داشتند و بعد پول قابل توجه از اونا گرفتن و رهایشان کردند و این اکتفا نکردن امسال همین ده نفر که بازداشت کردن یک موضوع کوچه ها پیش و دیگه موضوع علی اکبر قاسمی که شما افراد اونها هستن به نحوی و از اینا خواستن که پول بگیره که در نهایت هم موفق شدن که 5 میلیون و 500 هزار افغانی را از, از نزد هم حصول بکنن در اینجای مردم شکنجه کرده و اگر خود نفر نبوده کاکایش را اگر کاکایش نبوده برادرش اگر برادرش نبوده اگر وزی فامیل دیگهش را بالاخره گرفته تا اینا مجبور شده، اما امون پول را که تالیب ها میخواه بل از اینا تسلیم بکنن طالب ادعا کرده است که کسانی که با علی اکبر خاصمی بوده سلاح هم بیته و مانوی در گفته که با افانستان مگه شما را زمین افراد تحت شکنجه طالبا مجبور شده که یا پول سلاح را جدا از پول 55 افغانی پرداخت بکنه یا صلاح را از اعضای طالبان بخره دوباره به خودشان پس تسلیم بکنن و البته منابع دقیق نگفتند که از, ج... از جمع ده نفر چند نفر از اونها مجبور شده که بالاخره سلاح به طالبا خریداری بکنن قابل ذکر است که سال گذشته هم امی طالبا در ناهور صد لگ افغانی را یعنی ده میلیون افغانی را یک بار از قریه بهایی گرفتن که ما گزارش سال گذشته هم داشتیم. و سه میلیون و 500 هزار افغانی دیگر هم از قریجاد چون واغ ورچغو و بلندی گرفتند. طالب ادعا کردند که در قریه بهایی کوچه ها گزفندانش گم شده بوده و همچنان یک نفر چوپانش کشته شده بوده و همچنان در منطقه در قریجاد چون واغ و ورچغو و بلندی ادعا کرده که در این مناطق پیش خیلی گزفند کوچه ها گم شده و همچنان یک تراکتور کوچه ها گم شده و در نتیجه این مردم هم سال گذشته پول هنگفت را پرداخت کرده بودن این تنها دو نمونه از اخاذه طالبا در سال گذشته در ناهور است بلکه ده پانزه مورد دیگه هم رخ داد که قومندان امنی طالبا که چند وقت پیش ما قچی مصاحبه کردیم هم و چند مورد اونجا اشاره کردن و البته با خیلی سوالات زیاد از مردم هم هستند، نزد ما هم بودن ما خواستیم که با مقام های طالبان در ناهور در رابطه بهمی امی های اخیرشان صحبت داشته باشیم و مسئول استخباراتشان تماس گرفتم تماس ما را پاسخ ندادن چندین بار تماس گرفتم و تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم پیش از اینکه من ضبط کلیپ آغاز بکنم حداقل چندین بار با مولوی فیضانی خماندان امنیت یعنی طالبا هم تماس گرفته متاسفانه اونو هم تماس های ما را به پاسخ ماندن و در پایان حتی نمبر تلفن خود را خاموش کردن چون احتمال میفهمه که در مورد چی سوال میکنیم و اونو نمبرای خود را خاموش کردند. یعنی مردم ناهور در دو سال گذشته و ست ها هزار افغانی یعنی شاید بیش از ست میلیون افغانی مردم و به های مختلف به کوچی ها باش داده باشه یا از اینو اخوازی صورت گرفته باشه چندین نفر تا به حال خانه های خود همین گونه ترک کرده سال گذشته من صحبت داره که با شمار از باشندگان منطقه بهایی داشتم خیلی هاشان حتی افغانستان رو ترک کرده برقی هایشان خانه های خود از منطقه بیرون کردن در کابل آمده هرات رفته یا مرکز هد رفته حتی برخی ها که هیچ چیزی در توانشان نبوده خانواده شگر اونجا مردان خانواده منطقه بهای ترک کرده بودند در اکثر قریجات ناهور متاسفانه در دو سال گذشته مردم به هر ممکن متضرر شده و طالبا و کوچه ها از اونها اخاذی کرده. ببینید موضوع بسیار هست که در غزنی در ولایت ها در ولسوال های مختلف سری مردم ما شما زور گفته شده یکی در مالستان هست یکی در امین ناهور هستند اینا اکثر وقتو میگه که کوچه ها در سال های گذشته اینجا آمده کشته شده یا کوچی اومده گم شده اگر کوچی می در یک منطقه گم بشه مردم هزار مسئولش هست که بهید رو پیدا بکنه در سال های گذشته ها اونجا حکومت بودن حکومت باید مسئول باشه که پیدا بکنه و حالا اگر یک نفر گم میشه یا گوسفندش گم میشه هم مسئول کوچه ها چی و طالبان هستن که به عنوان حاکمان در اونجا هستن نه مردم هزاره موضوع دیگه ای که در یک ولایت کلان مثل غزنی گوسفند کوچی گم میشه بعد از 25 سال طالب می رد پای هزار در منطقه میاد دنگ پیدا میکنه این عجیب نیست برای شما یعنی این چی رقم رد پای است که در 25 سال یک یک از برف و سیل اومد بارون اومد هیچ پاک نتونست بالاخره چند تا تالبی در ناهور آمده حالا رادی پای بعد از 25 پاید سال پیدا میکنه که در کجا رفته موضوع مهمتری که در اکثر موارد اینا که از مردم اخوازی کرده در طول می دو سال گذشته گفته کسانی از کوچه ها در قالب طالب آمده با نیروهای امنیتی حکومت پیشین جنگ کرده کشته شده اکنون باید توانش مردم بده و این هم توانش از مردم اینا گرفته شما باید برین دامن حکومت مکم میگرفتین با حکومت جنگ کردین با جمهوریت جنگ کردین نه با مردم هزاره متاسفانه ظلم بیامان علیه مردم ما در نقاط مختلف جریان داره و اینیم موضوعی که همین لحظه با شما گپ میزنم دیش ها هم موردش گپ زدم و حالا هم گپ میزنم اتا ما اکسی ما رسیدشان را با یک متن جدا هم در فیسبوک خود منتشر میکنن ولی هیچ رسانه تا رسانهایی رسانه ای نکردن و متاسفانه مردم لاهور هم اکثرا میترسن ما امیرم با کسایی که صحبت کردیم ادیقل صد بار تکرار میکنه با وجود که شناخت بسیار طولانی هم با ما داره که صدای ما نشر نشوه و اونا ما گرفتن نشوه و از این قبل حرفا ولی خب مردم هم امیدوار هستیم که کمک جسارت به خود بته و به نحوی این موضوع رو خوبتر و بهتر رسانایی بکنن موضوع مهم اینه که ای کوچه ها به یک رای را پیدا کرده که شما آخازی بکنه زمین های شما رو بگیره خانه های شما رو بگیره همین کار هم کرده در نقاط مختلف مردم نباید برای راحتی باج به تواخن گای باخت دل آدم درد میگیره میفهم مردم هم مجبور هستن ولی نه در این که در سکوت هر جنایتی در حق شما میشونه شما هم بیشتر سکوت بکنید کمی اعتراض خواهد داشته باشین به صورت مثال متامیز به صورت و رای رای خودش در همین قضیه اخیر هم از مرکز ولایت آمد ولی مرکز ولایت هم هیئت که آمد کلشون پشتون هستن و فقط توصیه کرده که پیسه رو بیتین که همین جنجال بین دو قوم نخیزه ببینید دیگه بسیار مسخره هست این پیسه رو بیتین که جنجال بین دو قوم نخیزه اگر شما خواهان جنجال نیستین خب چرا سر مردم هزار واقعا این پیسه حواله میکنین مردم هزاره بسیار مردمان صلح دوست هستند نمونش در مرز جاغوره و زابل در جایی که نو سال پیش بیش از نو نفر از جوان هزاره را و مردم هزاره را گرفتن هشت نفرش بر شمال تبسم خورسال سر بریدن امروز مردم جاغوره رفته در رنمو مردم یک پل می سازه بانم پول دوستی از بالا یک دریا پل را می که اما مردم منطقه کلشان پشتون و اتفاقا شاید مشکل اقتصادی هم داشتن براحتی بیتونه بگذره و اون پروژه رو مردم جاغر رفتن افتدا کردن کارش آغاز کردن با گفتن به هر راهی ممکن بود دیجه شم میکنه این مردم این گونه دلی پراخ داره واقعا اگر قرار باشه که کسی با اونا دوستی بکنه اگر یک نفر یک قدم برداره اینا صد قدم هزار قدم برمیداره ولی امروز که مقام های طالب ها میایم اگه بخاطر که مشکل به این دو قوم ایجاد نشود شما پول بیتین خب شما هم وقتی که میخواین مشکل خلق نشود سر مردم زور نکن و باج نکنین از مردم یعنی واقعا از طالب کرده و از نسل طالب کرده واقعا آدم های... چی بگم دیگه خیلی کلمات را در ذهن می در دبیات که بخم رو بربر بر بکنم چیزی نمیه اینو آدم های بسیار وحشی بسیار پس فطرت دوست کسانی که نسل در نسل متاسفانه با لقمه حرام تغذیه شده و در اسلام و شما برای کسایی که اینگونه با حرام نطفش بسته میشون یک چیزی میگیم خودتان میفهمید دیگه وقتتون خوش دوستان گرامی خدا نگهدارتان باد